استادای بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به ادامه درسهای قبلی از فیزیک صنف هفتم. به ادامه درس قبلی تحت عنوان زوبان و انجماد درس خدا براتون ارائه میکنیم یا درس جدید براتون میگیم. ببینید دوستای عزیز، عنوان چی است؟ زوبان و انجماد. زوبان و انجماد. خب دوستای عزیز، عنوان درس گرفتین از ما، درست؟ قبل از اینکه بازم گفتیم بریم سر متن درس که تحت از این عنوان چی چیزها را باید آدم یاد داشته باشه، چی میکنیم؟ یک بار عنوان با تجزیه و تحلیل میگیریم، یعنی مانا میکنیم یک دفعه عنوان. درست خواندن یک موضوع میگه 50% موضوع رو چی میکنه؟ حل میکنه. یا همیشه ما یک گپ براتون گفتیم، یک دفعه آدم بفهمه که چی رو میخونه. زوبان چیست؟ انجماد چیست؟ دوستای عزیز، زوبان از زوب، به اصطلاح عامیانه او، میگیم فلان روغن او شد، جامد بود او شد، یا اینی پلاستیک او کردن، یا فرض میکنیم یک چیز سخته که به مایع تبدیل میشه میگه او کدشه، اصطلاح عامیانه است. نی این زوب در حقیقت اونمو او شدن میگه، به اصطلاح عامیانه. انجماد سرچپیش، سخت شوه یک چیز، میگه سخت شد، این پیشتر نرم بود، مایع بود، حال سخت شد. اینا ما میگیم جامد. مثلا عوض یخ زدشه میگیم که این جامد شد، منجمد شد، سخت شد. اصطلاح عامیانه. انشاءالله که فهمیدین مفهوم میشه، بسویه هم و فکر ذهن خودتون که زوب چیست و یا زوبان چیست و انجماد چیست. حال گب در کجاست؟ گب در ایست که اینمی را باید یک تشریح کنیم. خب پیشتر شما خواندیم ما و شما که اجسام در طبیعت یا مواد در طبیعت به سه حالت پیدا میشه. به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت. کدام ها بود؟ جامد بود، درست است؟ مایع بود یا تنامد و بالاخره گاز. فازها یا حالات از یه را خواندین که به کدام حالت ها یا پیدا میشه. حالت جامد شیرق هم بود، اما ذرات، حالا دیگه ذرات نمیگم، حالا یک کم رو پیش میبرمش، مولیکول که رو با در کیمیا استاد بزرگوارتان براتان گفته، دیگه ضرور نیست من براتان تکرار کنم. مولیکول هایشان اینطور به هم چسبیده است، مولیکول هایشان به هم دیگه چی است؟ چسبیده است دوستایی دیست، این به این شکل. خب وقتی که ماده جامد هست، مولیکول ها یکی به دیگه چسبیده هستن، یعنی مثل امسایه ها یا مثل دوسته های به هم نزدیک با هم رابطه دارن، چسبیده. خب اگر ما یک ضربه بزنیمش، یک تکان بتیمش، دستجمی یا شور میخورن، ولی از یک دیگه خود جدا نمیشن. شور میخورن اما از یک دیگه خود جدا نمیشن. چطور؟ مثلا شما یک توتی آینه دیدین، وقتی که یک چکش بالا میکنین، میزنین در امی توتی آین، یک دنگ یک صدا در گوشتون میرسن؟ نمیرسن؟ میرسن. امی از کجا میشه در نظرتون؟ ای از ضربی چکشی که در خورد، اینمی مولیکول ها دستجمی در لرزه آمدن. دستجمی در چی آمدن؟ در لرزه آمدن و از اثر اینمی لرزش صدا تولید. خب خیئت و حالت دارن، با آسانی هم از یک دیگه جدا نمیشن، ولی یک عامل در فیزیک به نام حرارت داره. به نام چی؟ حرارت. اگر همین ماده جامده ما حرارت بتیم، چی بتیم دوستای عزیز؟ حرارتش بتیم. اینان این حرارت چی کار میکنن؟ اینمی ارتباطی که ما بین خود دارن، یا این ارتباط مثل که در درس پیشتر هم گفتم، اینمی ارتباط از یارا قطع میکنن، اینه یا را از هم دیگه تو جدا میکنه، یک فاصله در بینشان ایجاد میشه.
یکی از دیگه مستقل میشه، جدا میشه، این میره این طرف، فرض میکنیم این میره این طرف، این میره این طرف و همین شکلی مولکولی طرف میره، این مولکولی طرف میره، این مولکولی طرف میره. دیدید؟ ارتباطشان حرارت قطع کرد. قطع کرد، هر کدامش طرف خود رفت. این هم اینجاست که میگن از نگاه فیزیک ذوب شد. او شد. او شد. یعنی او که ما یا آب که میگیم که شکل معین نداره، جامد خب پسر شکل معین داشت، حالا دیگه شکل معین نداره، هر کدامش در رای خود رفت. که در رای خود رفت دیگه شکل خود از دست داد. امی حالت که از حالت جامد به مایع تبدیل میشه این حالت ذوبان میگه. ولی اینمی خود توسط حرارت شد دیگه، نه؟ توسط چی شد دوست عزیز؟ حرارت. اینا رو یکی با کدام درجه حرارت، با کدام درجه حرارت اینمی جسم جامد با حالت مایع آمد، او را نقطه ذوبانش میگن. چی میگن دوست عزیز؟ نقطه ذوبان. این گپ مهم، نقطه ذوبان. این حاله، پس هر ماده از خود یک نقطه ذوبان داره، کلش یک رقم نیست. کتابتان رو ببینید دوست عزیز، در کتابتان یک چوکات است. در اون چوکات همی گپ مرا نوشته کرده، میگه هر جسم یا هر ماده از خود نقطه ذوبان مختلف داره. اون کلان نشته کرده آهن 1535 درجه سانتیگرید. آهن 1535 درجه حرارت بتیم که اینمی مولیکولایشون که نمیتر گفتیم از هم دیگه دور شون. از هم دیگه چی شون؟ دور شون. فاصله بگیرن. خود دور شون یعنی چی؟ یعنی از حالت جامد به مایع تبدیل شون. ذوب شون به اصطلاح عامیانه. ذوب شون. از جامد به مایع. اینا میگیم ذوب شد. شنیدین دیگه که فابریکه ذوب آهن میگن. یعنی به این معنا که آهن ذوب میکنه، او میکنه. حالا چرا او میکنه؟ چی ضرور؟ به خاطری که او شد، باز میشه در قالب ها پرتیم، به شکل های مختلف بریم، ازش پرزجات و ماشین آلات جور کنیم. سخت خونه میشه دیگه. یک چیزی که سخت باشه میشه که با پرزجات خرد و ریزی به شکل های مختلف تبدیل شد؟ نه. او باید ذوب شوه، باز در قالب ها انداخته شوه که هر چی دلشون میخواد جور کنه. خب، مثلا ببینین 1083 درجه. یعنی از این معلوم میشه که نقطه ذوبان آهن بالاست. درجه حرارت را که آهن کار داره که ذوب شود مس کار نداره. 1083 درجه. تنگستن. تنگستن. تنگستن چی از دوست عزیز؟ تنگستن. تنگستن اینمی سیمکایی است که در گروپ است. در گروپ ها. این در 3000 درجه. بالاتر از 3000 درجه ذوب میشه. اگر همه تو نباشه اینمی گروپ هایی را که شما میبینین که در بین سیمکای خرد خرد در گروپ نیست. ای اگر عمو قدر نقطه ذوبانش بلند نباشه، ای در اثر این برقی که بیا او او میشه، او میشه دیگه. او چقدر حرارت میایه او میایه او رو ذوب نمیتونه، او گرم میایه، گرم با سرخ میشه، با نور میته، با روشنی میته، هنوز مستیم در جای خود است. خیلی معلوم میشه که بسیار نقطه ذوبان از او بالا است. این اگر کدام جای سوال شه ازتان، امتحاناتی که دارین بخیر پیش روی، مشکلاتی که دارین، سوال شه که کدام فلز است که نقطه ذوبانش از کل فلزات که در بالاست؟ تنگستن رو بگوین دوست عزیز. تنگستن. تنگستن یک فلز است. اگر کس پرسان کرد کدام فلز، بگوین همین فلزی که در گروپ ها ازش کار گرفته میشه برای ساختن گروپ. دیدین گروپ ها دیگه حتما؟ ضرور نبود ما بیاوردم براتون. دیدین در خانه میده کنین گروپ ها یا میده که شده در ما بینش همین سیمکایی که است. پیچه اموی که اول سرخ میشه بعد از او باز بازم برق میای و میای و میای، از سرخ بیخی به روشنی نور تبدیل میشه و خانه را چی میکنه؟ روشن میکنه. این ساده فکر نکنین، او برق بسیار بلند نه، بسیار درجه حرارت بلند است که این باید بخیر در موقع شام که رسیدیم برتان میگم. خب دیگه همونطور مایات و هم از خود نقطه های زبان مختلف داره، دیگه ضرور نیست او را به خودتان میمونیم که بازم جدولکی که در کتابتان است بخونین و با خواندن بفهمین دیگه که نقطه ذوبان چی مونه. این باید شما باید مثلا این مهم است که نقطه ذوبان یعنی چی؟ یعنی امو درجه حرارتی که یک جسم جامد به مایع تبدیل میکنه، اون رو نقطه ذوبانش میگن. نقطه چی میگنش؟ ذوبانش میگن. دوست عزیز انشالله که فهمی داشت. بیا سرچپه کنین اینه، سرچپه کنین. مایع داریم میخواییم به جامد تبدیل کنیم، چی کنیم در نظرتان؟ چی کنیم؟ حرارت را که دادیم بگیریم ازش، پس
حرارت را که دادیم پس بگیریم. سعی کنید. اینمی آلت بود به یه آلت تبدیل شد. خب چی را به یه آلت تبدیل کرد؟ جامده به مایه؟ حرارت. عالمو حرارت را که ازش بگیریم اینی مولکول ها به هم نزدیک میشن. پس مولکول ها به هم چی میشن؟ نزدیک میشن. نزدیک شدن دیگه پس به جامد تبدیل میشن. به چی تبدیل میشه دوست عزیز؟ به جامد تبدیل میشن. انشالله که را درک کردیم. درست؟ پس به جامد تبدیل میشن. خب اینا رو این چی میگن؟ این انجماد میگن. این انجماد میگن. حالت انجماد. او حالت زبون یا حالت انجماد. اینا رو امو درجه حرارتی که یک جسم جامد داده بودین که به مایع تبدیل شد. نقطه زبون. آدمو درجه حرارتی که پس بگیریم از پیشش. نقطه انجماد. نقطه چی؟ انجماد. فکرتان شد دوست عزیز؟ اینال یک نقطه آخری رو براتان میگم دیگه گپ ما میره به طرف ختم شدن. او گپ آخر چیست؟ اینمی نقطه انجماد و نقطه ذوبان در تمام مواد مساویست. در تمام مواد چی هست؟ مساویست. مثلا چطور؟ مثلا یخ در چند درجه از مایع به جامد تبدیل میشه؟ اینمی او به یخ میزنیشه؟ در صفر درجه. در چند درجه؟ صفر درجه. امی او که حرارتش به صفر رسید یخ میزنش. ایناله اگر شروع کنیم به طرف یخ که او شود این از صفر درجه شروع میکنیم به حرارت دادن میره به طرف چی؟ ذوب شدن. یعنی یخ در صفر درجه حرارت ذوب میشه باز در امی درجه حرارت منجمد میشه. در همین صفر درجه. در همین صفر درجه چی شد؟ ذوب میشه. یعنی چی مانا؟ از صفر دیگه طرف یک میره. مثبت یک منظوری است. و او که میگه باز به همین درجه منجمد میشه مانایشی که اون از طرف منفی یک میره طرف صفر. انشاءالله مطلب فهمیدین. یعنی در عمود درجه که در عمود درجه که یک جسم ذوب شد یاد تو باشین که یک جمله بسیار خوبتر بگم که درک کنین. عمود درجه حرارتی که یک جسم جامده اینمی ارتباطاتشان قطع کرد. قطع کرد. از جامد تبدیلش کرد به چی؟ به مایع. امی حرارت را که دادیم. از جامد به مایع تبدیل شد. اگر پس اونمو مقدار حرارت را بگیریم پس از حالت جامد پس به حالت از حالت مایع پس به جامد تبدیل میشه. یعنی به امو درجه که ذوب شده به امو درجه پس چی میشه؟ منجمد میشه. یکیش او حرارت بدیم که ذوب شوه و دیگهش او حرارت بگیریم که پس منجمد شوه. انشالله که درک کردین مطلبه. اینا رو برین طرف سوالتون. سوالتون چی رقم از دوست عزیز؟ ایتا سوال است که ذوبان و انجماد را توضیح را توضیح نموده و نقطه انجماد نقطه ذوبان و نقطه انجماد را تعریف کنید. تعریف کنید. این دوست عزیزی درس امروزتان. امیدوار هستم که چیزی گرفته باشین از درسهای ما. با امیدی که باز بیایم و درس دیگه برای شما ارائه کنیم. با شما عزیزا خداحافظی میکنیم. تشکر از توجهتون.